سلام دوستان، وقتتون بخیر. امروز 23 فروردین ماه عالیه مطلب زاده و نرگس محمدی تصمیم داشتن به خاطر اینکه وثیقه هاشون در مرحله توقیف بود و به وثیقه گذاراشون اعلام شده بود که ملکاشون توقیف خواهد شد و همچنان چون حکم بازداشتشون هم صادر شده بود علی الظاهر، تصمیم داشتن که بعد از ظهر در واقع با همراهی عده‌ای از دوستانشون اینا به زندان قرچک دوباره خودشون رو معرفی کنن و برگردم به زندان. و به همین دلیل در خانه نرگس چند نفر از دوستاشون جمع بودن که بنده هم حضور داشتن. اینجا حدود ظهر بود که دیگه از مامورای امنیتی با فریب وارد شدند و تنش‌هایی هم به وجود اومد. قصد توقیف لوازم شخصی و گوشی‌های مهمونا رو هم داشتن که منجر شد که بین نرگس و مامورای امنیتی و همچنان عالی ما مامورای امنیتی تنشی اتفاق بیفته و نرگس محمدی به خاطر اون سابقه قلبیش اینا حالش هم نامساعد شد، مجبور شد که قرص زیر زبانی استفاده کنه. به هر صورت مامورای امنیتی نرگس و به استناد حکمی که از دادیاری اجرای احکام اوی صادر شده بود همراه خودشون بردند و در آستانه خروج نرگس از حیات خانه بود که با ماشینی که در واقع متعلق به ضابطهای امنیتی و قضایی بود، تعداد اینا هم بود 7-8 نفر بود، اونجا بعد از اینکه نرگس رو بردن تقریبا 1-2 دقیقه بعدش دوباره عده‌ای از این مامورای امنیتی برگشتن و به عالیه اعلام کردن که تو هم حکم در واقع بازداشتت صادر شده و بعد همراه ما بیاید. سرتیم در واقع این مامورا آقای محمودی بود از بازجوی وزارت اطلاعات که سربازجوی نرگس هم قبلا بوده، به هیچ ارتباط به پرونده عالیه هم نداشت و اون در واقع اعلام کرد به عالیه. ما درخواست حکم کردیم، گفتیم اینجا که ما مهمون بودیم اساسا اگر حکمی هم باشه که بعد به منزل خود ما مراجعه بشه و ما چند روز قبل تر البته یعنی هفته پیش چون به دادیاری ناظر زندان مراجعه کرده بودیم، یعنی من به اتفاق وکیل عالیه خانم طناز کلاهچیان و اونجا به دادیاری ناظر اعلام کردیم که هیچ ابلاغی به شکل تلفنی اینا نمیتونه باشه و شما باید کتبی اعلام کنین چه توقیف در واقع ملک وثیقه گذارو و چه جلب عالیه مطلق زادن و چه اینکه مراجعش و اعزامش به زندان برای در واقع معرفیش، چون عالیه به خاطر
ابتلا به کرونا که برای بار دوم هم بود تو زندان این اتفاق افتاده بود و اتفاقا دفعه قبل 40% هم به ریش زده بود و پزشک قانونی خودش رسما اعلام کرده بود که در واقع لانگ کووید و هر آن دوباره امکان بازگشت وجود داره و ریش برسوه آسیب دیده بود و ما اینو اعلام کردیم در دیاری ناظر علا رقم این که خودشون به پزشکانی معرفی کرده بودم ولی منتظر جواب نامه پزشکانی حاضر نبودم باشم و اعلام کردن که نه بعد بره زندان و همونجا بقیه مراحل طی بشه که خانم کلاهچیان یه لایحه‌ای دادن به دادیاری ناظر زندان که اساسا غیر قانونی رویه شما و شما باید به شکل کتبی اعلام کنیم و در به نوعی سایتی که به اسم سنا وجود داره و هر متهم یا زندانی یا مجرم یکی از این در واقع پروفایل ها به اسمش هستش گفت که شما باید اونجا اعلام کنید رسما تا متعلق زده بید که اونجا در واقع نپذیرفت آقای وزیری حتی و یکم توهین‌آمیزم برخورد کرد طبق روال همیشگیش نسبت به وکیل عالیه یعنی نپذیرفت ایشونو و لایحه رو داده اونجا. امروز که این اتفاق افتاد من به محمودی که همین سربازجو وزارت اطلاعات هستش و برای دستگیری عالیه اومده بود و پرسیدم که حکمتون کو گفت که به هر صورت اعلام شده ولی ما الان حکمی را ندیدیم ما گفتیم تا حکمی نباشه نمیشود عالیه بیاد گفت که یکم معطل میشه ولی بالاخره ما حکم رو میاریم شما این مدلی مقاومت نکنین و از این حرفا که من روال غیرقانونی رو تأکید کردم که روالتون غیرقانونیه گفت که نه خود تو هم میتونی بیایی اوین و همراه مامورای ما که مطمئن بشی گفتم نه مطمئن بودن ماجراش نیستش موضوع اینه که اساسا من از کجا بدونم که شما الان در حال ماموریتی و صلاحیت دارین برای جلبانی که در همون حین با وزیری دادیار ناظر زندان تماس گرفت مثل این که و در واتساپ برای عالیه حکم جلب و بازداشتش اعلام شد و باز عالیه و من اعلام کردیم که این حکم در واقع به شکل کاغذی باید باشه نه در صورت بعد از کشاکش هایی من همراه عالیه و سه تا از مامورای امنیتی تو ماشین اونها به اوین در واقع مراجعه کردیم اومدیم اوین خود من هم به همراه عالیه اومدم به بخش در واقع اجرای احکام و اونجا مامورای امنیتی بودم به اضافه دادیار اجرای احکامم بود و وقتی با ایشون گفتگو کردم ایشون گفت بله حکم بازداشت نرگس رو من صادر کردم ولی حکم بازداشت عالیه ربطی به من نداره که من اونجا اعلام کردم که به نوعی حکم عالیه رو آقای وزیری صادر کرده و اساسا آقای وزیری به عنوان دادیار ناظر مرجع قانونی محسوب نمی شود که این حکم رو صادر بکنه و بحثایی شد در واقع اون نیم ساعت آخری که اونجا بحث بود دوباره کشاکشایی به وجود اومد نرگس و عالیه اونجا بودن و به نوعی اونا رو آماده میکردن که بفرستنشون به قرچک و من آخرین گفتگوها رو با عالیه و نرگس اونجا انجام دادم نرگس به خاطر همون موضوع قدمیش تقریبا بیقرار بود و
عالی هم از این شرایط عصبانی بود، به دلیل اینکه امروز هر دوتای اینها قرار بود که خودشون مراجعه کنن به زندان زنان قرچک ورامین، ولی متاسفانه این آقایون به نوعی با اعمال روش های ویژه خودشون و با خشونت این کار رو انجام دادن. من حتی اونجا در خانه نرگس به آقای محمودی گفتم که آقای محمودی شما چرا چنین روشی رو اعمال میکنین؟ و در پاسخ آقای محمودی گفت که ما به نوعی خواستیم قدرت عمل رو از اینا بگیریم و نخواستیم برای ما هزینه درست کنن. و عادیه گفت که شما همین الان هزینه رو درست کردیم دوباره برای سیستم و نظام خودتون با این غلط عمل کردنتون. به هر صورت امروز این اتفاق افتاد و باز معلوم شد که اینجا در پرونده زندانی های سیاسی بیشتر اعمال نفوذ نیروهای امنیتی و ضابط های امنیتی که نقش داره و متاسفانه بخشی از قوه قضاییه هم مثل دادیاری ناظر زندان که باید حافظ حقوق زندانی باشه بالعکس عمل میکنه و با گزارش هایی که یک طرفه و یک سویه تهیه میکنه برای دادستان نظر اونو جلب میکنه و با اعمال نفوذ ضابط های امنیتی دست به چنین اعمالی میزنه. و قبلا ها ما اشاره کرده بودیم همه این اختیارهایی که به ضابط های امنیتی داده شده پیرو مصوبه سال 85 شورای امنیت ملیه که به نوعی شورای امنیت ملی این اختیارات رو به ضابط های امنیتی داده که خیلی فراتر از حوزه های خودشونه و به نوعی با امنیتی کردن حوزه زندانی های سیاسی روند استقلال هم خود قوه قضاییه که جمهوری اسلامی مدعیشه اونو به هم زده و همین که به نوعی هر جور دلشون بخواد ساخت و پرداخته میکنن پرونده کنشگرهای سیاسی اجتماعی. به هر صورت وضعیت امروز هم مستثنا از شرایط همیشگی نبوده و متاسفانه امروز طی چنین روال غیر قانونی عالی مطلب زاده و نرگس محمدی به اذعان خود در واقع دادیاری اجرای احکام قرار شد که به زندان قرچک انتقال پیدا کنم. بعد از اون ما دیگه هیچ خبری نداریم، هیچ تماسی نبوده که بدونیم اونها چه ساعتی منتقل شدن و آیا اجازه تلفنی ندارن یا نه، هیچ تماسی هم به ما نداشتن.